خو تو را میگم ای مولا تو را میگم ای وکیل تو را میگم ای آجی تو را میگم ای صوفی شما را به الله قسم کدام روز یک آواز خست در طرف میراب مسجد آمده او مردم دو هفته میشه که فلانی غریب بیچاره از دنیا رفت وفات کرد خردکا خردکا اولاده او از پیشش مانده زمستانم به چشم می سر میبینه د خانیش چوپ پیدا نمیشه جمع کن یک ده دروپه وکیل صاحب کرده ی همی کاره توره به الله قسم توره میگم ملا صاحب کرده همی کاره سری تو لازم بود واجب بود اگر ای کاره نکنی مصداق از ی میگی ولا یحض علی طعام المسکین ارأیت الذی یکذب بالدین کسی که تکذیب دینه میکنه جزاره میکنه ثوابو حسابو کتابه میکنه اوره خبر بده برای من پیغمبر علیه السلام میشناسی فذلك الذي مکذب به جزا او کسی است که یتیم گذاشته از حالش خدا خبر نکرده آگاه نکرده در کدام حالت است یتیم چه میکنه تفلک خرد آلی آله دستی او شده از دری و کلی درا شده یا در مدرسه درس میخوانه او بی غیرت يتيم تشمي كنا الله ميغا فذلك الذي يدعو اليتيمة ولا يحض على طعام المسكين تيزيو ترغيب طعام المسكين هم نانيدا دا, دا كلام جاي چند دره دي دي تالي دا, دا؟ امي هاي كميلا برپا ميكونا بري ازوا ميگم گفی مره بشنوه و الله قسم بدل سوزي ميگم كي مالت زايا ميشه و دا كجا مصرف ملاي بدبخت آیت قرآن تحریف میکنه غلط توجیه میکنه و تو را میگه که ثواب داره تو باز برو اوتل کرا بگی مردم جمع بکو چقدر خوب باز میگه کسایی که کار نمیکنه محبت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نداره محبت پیغمبر جز ایمان است کسی که با رسول الله بغض داشته باشه از حیثیت رسالت و نبوتش مسلمان است یا کافر یک طریق پیغمبره اگر از روی اسلامش کسی بد بدانه یک طریقش مسلمان است یا کافر کافر است